سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. 296 روز جنگ غزه با اخبار عجیب و غریبی از تلفات سنگین صهیونیست‌ها که توضیحاتی باید در خصوصش خدمت شما دوستان عزیز بدم آغاز شده است و لازم هست خدمت شما عرض بکنم. آنچه که امروز روایت خواهیم کرد علاوه بر 296 روز نبرد، طولانی ترین جنگ تاریخ رژیم صهیونیستی هم به حساب میاد. اینا معمولا عادت کردن توی جنگ هاشون در یک بازه زمانی کوتاه مدتی درگیر باشن، تلفات سنگینی از طرف مقابل بگیرن، بعدم این اون بیان وسط جنگ و جمعش بکنن که شرافت اینها نره، اینها در بلند مدت مستهلک نشن. این بار ماجرا متفاوت بوده. هر چقدر هم جلوتر می رویم در جنایت و در به چالش کشیده شدن ارتش خودشون وضعیت اینها داره پیچیده تر میشه. اما اگر اجازه بدید عبور بکنیم بریم بررسی کنیم ببینیم که چه چیزی اتفاق افتاده. امروز چندین نوبت شاهد حملات مقاومت لبنان به مواضع رژیم صهیونیستی بودیم. خود صهیونیست‌ها هم در حملاتی جنگنده‌هاشون مواضع مقاومت رو یا مناطقی در جنوب لبنان رو مورد هدف قرار دادن. نیروهای مقاومت هم از صبح امروز بیش از 4 حمله به سمت فلسطین اشغالی داشتن. مقاومت لبنان تجهیزات جاسوسی پایگاه‌های رژیم صهیونیستی رو با موشک ضد زره مورد هدف قرار داده، با 2 فروند پهباد انتحاری مواضع سربازان رژیم رو مورد هدف قرار داده و در عین حال که این ضربات رو به رژیم وارد کرده، یک خبر فوری از وقوع حادثه‌ای در جولان اشغالی منتشر شده. فیلم‌هایی منتشر کردن گفتن ضربه سختی مقاومت لبنان به صهیونیست‌ها در جولان اشغالی زدن. بعد از این خبر مشخص شده 9 غیر نظامی صهیون جان خودشون رو از دست دادن، نزدیک به 30 نفر اگر اشتباه نکنم دچار جراحت شدن که بخشی از این جراحت مربوط به قطع عضوها بوده. ماجرا هم برمیگرده به سقوط یک پرتابه در یک زمین فوتبال. مقاومت لبنان اینجا رو زده، ضربه مقاومت لبنان بوده. من ساده، واضح و صریح خدمت شما عرض میکنم آنچه که رخ داده هیچ ربطی به مقاومت لبنان نداره. اینا 30 تا موشک به سمت فلسطین اشغالی شلیک کردن و بعد از اون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که نزدیک به 40 نفر یا هلاک شدن یا دچار جراحت شدید شدن از غیر نظامی ها. ماجرا از چه قرار هست؟ یا احتمالاً پرتابه پدافندی رژیم صهیونیستی رو سر اینا افتاده، چون ما این چند وقتی در شمال فلسطین اشغالی چندین نوبت فیلم هایی داشتیم که پرتابه پدافندی رژیم رفته افتاده توی جنگل آتش سوزی را انداخته، تو مراتع افتاده آتش سوزی را انداخته، رو سر صهیونیست‌ها افتاده آسیب ایجاد کرده. اینجا هم احتمالاً وسط یک اجتماع پرتابه پدافندی خودشون بوده. تحت هیچ عنوان به مقاومت لبنان نمیشه ربطش داد. به چه دلیلی؟ به خاطر اینکه این 290 روزه داره میجنگه، بیش از 290 روز به مراکزی که غیر نظامی ها اجتماع دارن حمله نکرده و بارها پیش اومده در بخشی از حملات خودش بیش از 100 راکت شلیک کرده، ولی ما همچین حملاتی همچین تلفاتی رو شاهد نبودیم. اتفاقی که امشب و امروز رخ داده شبیه به ماجرای حمله به بیمارستانی هست که اگر یادتون باشه روزهای اول جنگ غزه اتفاق افتاد. پیکرهای خونین رو پزشکا گذاشته بودن وسط، اونها داشتن گزارش کار میکردن و صهیونیست‌ها مدعی بودن خود مقاومت زده که بعدن مشخص شد پرتابه رژیم بوده. اینم پرتابه خود رژیم صهیونیستی. مطمئن باشید پرتابه رژیم صهیونیستی و این حمله هیچ ربطی به مقاومت لبنان نداره. کمان که مقاومت هم بیانیه داده، تاکید کرده که نه، ما حملمون به این محل نبوده. و این چیزم خدمت شما عرض کنم، سوال ممکنه برای شما باشه آیا ما از حادثه‌ای که برای غیر نظامی ها در فلسطین اشغالی امروز رخ داده و در جولان اشغالی باعث شده بخشی از اینهایی که در زمین فوتبال بودن دچار جراحت بشن، قطع عضو بشن، بعضی هاشون هم کشته بشن، ناراحت هستیم یا نه؟ من ساده خدمت شما عرض می‌کنم دوستان عزیز، آقایان، خانم‌ها، این چه سوالیه؟ مشخص هست که ما برای کشته‌های غزه ناراحتیم. نکته دیگری وجود نداره. ما از همون روز ابتدا هم برای 40,000 کشته در غزه ناراحت بودیم. امروز هم برای اینها ناراحتیم و امیدوار هستیم که جنگ غزه هر چه سریعتر به پایان برسه. حالا باید صبر بکنیم ببینیم که در خصوص این فاجعه‌ای که رخ داده و سقوط پرتابه رژیم صهیونیستی بر سر صهیونیست‌ها که بیش از 30 مجروح با وضعیت وحشتناک روی دستشون گذاشته و نزدیک 10 تا کشته روی دستشون گذاشته چه اتفاقات و تبعات دیگری خواهد بود.
میدونید قبل از این هم رژیم صهیونیستی 3 از نیروهای مقاومت لبنان رو مورد هدف قرار داده، اینها به شهادت رسیدن و مقاومت امروز پاسخهایی به رژیم داده که البته در حاشیه این پاسخها با حماقت خود رژیم و سقوط پرتاب روی سر مردم خودش این فاجعه رخ داده. سوال دیگری که ممکن هست اکنون در ذهن شما باشه اینه که ماجرایی که رخ داده ممکن هست آمدانه از سوی رژیم صهیونیستی باشه. من براتون ساده میکنم داستان رو. پهپادهای از سوی لبنان به فلسطین اشغالی رفته، آژیرهای به صدا در نیومده، ولی وقتی راکت ها به پرواز در اومدن آژیرها به صدا در اومده. آیا ما در حال حاضر شاهد هشدار و به صدا در آمدن آژیرها در منطقه‌ای که این پرتاب سقوط کرده بودیم؟ تا اینجایی که من اخبار رو مرور کردم گفتن همچین چیزی رخ نداده. آیا رژیم صهیونیستی در حال حاضر به همچین مظلوم نمایی نیاز داره؟ شرافت اینها در آمریکا رفته، در المپیک هم حیثیتشون رفته، به همچین مظلوم نمایی نیاز داره؟ با این وجود میتوان گفت آمدانه بوده است. من براتون ساده میکنم، چندین بار تو این مدت پرتاباش رو سر مراتع خودش، جنگلای خودش افتاده. همونجا میتونست یه زمین فوتبال باشه، بازم همین داستان پیش بیاد دیگه. پس حتی اگر فرض را بر این بگیریم که عمدی از سوی رژیم در کار نبوده، منکر حماقت صهیونیستا و اشتباه عجیب و غریب آنها نمیتوان شد. و سوال آخر درباره این قضیه، آیا این ماجرا به افزایش تنش در مرزهای شمالی منجر خواهد شد؟ من در پاسخ باید خدمت شما عرض بکنم که باید صبر بکنیم ببینیم که حقایق میدان چه حقیقتی را و چه رخدادی را پیش روی همه ما قرار خواهد داد. بریم ادامه اتفاقات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. امروز 3 نظامی صهیون در حملات مقاومت لبنان دچار جراحت شدید شدن که یکیشون وضعیتش وخیمه. اینا مربوط به خود مقاومت لبنانه، قبلی هیچ ربطی نداشت و مقاومت به اصطلاح خودمون تکذیبش کرده. اما برخی از شهرک‌های رژیم صهیونیستی هم امروز با به پرواز درآمدن بیش از 50 راکت مقاومت لبنان تخلیه شدن، شهروندانش به پناهگاه‌ها رفتن و همچنین خبری هم از ضربه رزمنده‌های مقاومت به اجتماع صهیونیست‌ها در مرز مورد توجه قرار گرفته. عبور بکنیم، ما در اخبار امروز همچنین شاهد پرواز پهباد رژیم صهیونیستی در شرق نابلس و مورد هدف قرار دادن گروهی از فلسطینی‌ها در این منطقه بودیم. همچنین اخباری از غزه منتشر شده که نشان می‌دهد رزمندگان مقاومت یک دستگاه نفربر رژیم صهیونیستی رو در غزه با راکت یاسین مورد هدف قرار دادن. همچنین خبری از خودکشی یک نظامی صهیون از نظامیان ذخیره هم روی خروجی رسانه‌ها رفته. این برای اولین بار نیست. وضعیت روحی صهیونیست‌ها و نظامیان آنها به شدت وخیمه، به شدت وحشتناکه و آمارهای مربوط به اختلالات روانی و مشکلاتی از این دست که بعد از جنگ غزه برای اینها بیشتر شده. خب قبل از جنگ هم همچین چالش هایی رو اینها داشتن، ولی بعد از جنگ برای نظامی هاشون خیلی بیشتر شده. آمارهای از این دست هم در بازه زمانی کنونی بوده است. بریم ادامه اتفاقات رو با هم بررسی بکنیم. یک نظامی صهیون در غزه امروز دچار جراحت شده. رژیم صهیونیستی طرح جدیدی را برای آتش بس و مبادله اسرا مطرح کرده. این رو آکسیوس بهش پرداخته و گفته رژیم طرح جدیدی برای آتش بس در غزه و مبادله اسرا داشته که قرار است بر اساس آن مدیر سیا و موساد، نخست وزیر قطر و رئیس سازمان اطلاعات مصر با یکدیگر دیدار کرده و این طرح جدید را بررسی بکنند. 3 عملیات مقاومت غزه امروز داشته علیه رژیم صهیونیستی که به جراحت نظامیان صهیون و ضربه به خودروهای زرهی رژیم منجر شده. 1 مدرسه رو بمباران کردن صهیونیست‌ها. 36 نفر از غیر نظامی هایی که پناه گرفتن به شهادت رسیدن. فیلم ها دلخراشه. دختر بچه هایی که روی تخت های بیمارستان افتادن بدون بینایی، این بچه ها چشمهاشون می دیده. این بچه ها امروز دیگر فرصت نگاه کردن به اطراف رو متأثر از جنایات رژیم صهیونیستی از دست دادن. اینها آن چیزی که در اتفاق می افته. اینها جنگ نابرابری هست که داریم ازش حرف زنیم و لازم هست خدمت شما عرض بکنم که در این جنگ نابرابر رزمندگان قهرمان غزه در دفاع از مردم خودشون، در دفاع از کشور خودشون، در یک کمین موفق تعدادی از نیروهای رژیم صهیونیستی رو با حمله غیرتمندانه خودشون زیر ضربه بردن. در خصوص جنایات رژیم صهیونیستی هم حماس امروز بیانیه صادر کرده. در بخشی از این بیانیه بر این تاکید شده که ارتش فاشیست صهیونیستی در هدف قرار دادن مدرسه سید خدیجه
باعث شده که محلی که هزاران آواره فلسطینی در آن اسکان داده شدند مورد هدف قرار گرفته که طی آن ده ها نفر آواره و بیمار مجروح شهید و مجروح شدند که بیشتر آنان زن و کودکند. جنایتی وحشیانه است که نشان می‌دهد ارتش تروریست صهیونیستی همه ارزش‌های انسانی را زیر پا گذاشته و تمامی قوانین جنگی را که بر حمایت از غیر نظامیان تاکید دارد به چالش کشانده. دولت تروریستی صهیونیستی به ارتکاب وحشیانه ترین جنایات در حق غیر نظامیان فلسطینی بدون هر گونه بازدارنده و تحت پوشش و حمایت کامل سیاسی و نظامی دولت آمریکا از نسل کشی در غزه و بستن دستان عدالت و ممانعت از بازخواست و محاکمه جنایتکاران جنگی صهیونیستی ادامه می دهد. بر همین اساس بار دیگر از امت اسلامی و عربی و همه آزادگان جهان می خواهیم به تحرک و فشار برای توقف جنگ، نسل کشی، گرسنگی و ویرانگری در غزه روی بیاورند. این بخشی از بیانیه مقاومت فلسطین بوده. بر این هم لازم هست تاکید بکنم منابع عبری بین اشاره کردن که نتانیاهو سنگ اندازی هایی رو بر سر راه توافق ایجاد کرده. این رو شبکه 12 رژیم بهش پرداخته و رسانه های دیگر رژیم هم درباره همین مسئله گزارش هایی داشتن، گفتن که همه چیز تقریبا فراهمه، این داره کارشکنی میکنه. حالا چرا ناراحتن؟ ارتش داره مستهلک میشه دیگه. دلیل ناکارآمدی اینها کاملا مشخصه. گزارش دیگری هم در رسانه های رژیم منتشر شده، اشاره کرده به اینکه شبکه پیچیده تونل های حماس پابرجاست و صهیونیست‌ها در حال حاضر غافلگیر شدند. من لازم هست دوستان عزیز به این هم اشاره بکنم، همچنان که بحران در غزه و در اطراف مرزهای فلسطین اشغالی بالا گرفته، اخبار مختلفی از حمله به پایگاه‌های رژیم آمریکا در سوریه روی خروجی رسانه‌ها رفته. ما البته اخبار مربوط به حمله بین الاسد رو هم در روز قبل داشتیم و امروز هم اخباری از حمله به پایگاه‌های رژیم در سوریه منتشر شده. اینها در نوع خودش بسیار بسیار قابل تأمله، به ویژه از این جهت که در یک بازه زمانی ما شاهد توقف حملات مقاومت بودیم که ظاهرا در حال حاضر ماجرا متفاوت شده است. این رو هم خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم، امروز تصویر دلخراشی از یک فلسطینی در حالی که چند تکه نان در دست داره و این نان‌ها خونی شده و این فلسطینی بر زمین افتاده روی خروجی رسانه‌ها رفته و این واقعیتی هست که ما امروز در غزه شاهدش هستیم، واقعیتی که بارها و بارها در حال تکرار شدن است و به یک مسئله عادی تبدیل شده. تظاهرات امروز در تونس بوده علیه سفیر آمریکا در اعتراض به کشتار غیر نظامیان در باریکه غزه که خواهش کردن، درخواست کردن، مطالبه کردن از حاکمیت خودشون که سفیر آمریکا اخراج بشه. در طرف مقابل ما شاهد تظاهرات در مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی در استانبول بودیم. بر این هم لازم هست خدمت شما تاکید بکنم اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان به دنبال نشست وزیران خارجه کشورهای عضو طی بیانیه‌ای حملات رژیم سلاخ صهیونیستی به غیر نظامیان در غزه را محکوم کرد. این بخشی از اتفاقاتی که در حال رخ دادن ما شاهد تظاهرات واکنش‌های بسیار خوبی در پاریس علیه رژیم صهیونیستی و علیه نظامی ورزشکارهای رژیم که حضور پیدا کردن بودیم. امروز در نقاط مختلف دنیا از جمله کره جنوبی شاهد تظاهرات علیه رژیم مزمحل صهیونیستی بودیم و در آمریکا هم اخباری از تظاهرات ها روی خروجی رسانه‌ها رفته. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر شما نکته‌ای داشتین بحثی بود در قالب پیام برای من بفرستین. دعا برای رزمندگان مقاومت فراموش نشه، جوشن صغیر فراموش نشه. به دعاهای شما، جوشن صغیرهای شما به شدت نیاز دارن. صدقه برای رزمندگان مقاومت کنار بذارید، برای اونهایی که در لبنان، عراق، سوریه، یمن، غزه، نقاط مختلف در حال جنگ با سلاخ‌ها هستن، برای بچه‌هایی که بیش از 290 چند روزه تحت محاصره. غزه خیلی جای کوچیکیه، خیلی جای کوچیکیه، 1 میلیون انسان، 1 میلیون خورده انسان اونجا هستن. 300,000 نفر نظامی رژیم صهیونیستی اینا رو تحت محاصره قرار دادن، از زمین و زمان دارن میزنن. این رزمنده ها تو همچین وضعیتی بعد از 290 چند روز عزیزانشون شهید شدن، دارن میجنگن با این سلاخ ها. دعا بکنید برای این بچه ها، صدقه کنار بذارید برای سلامتیشون، با انرژی مثبت خودتون یاریگرشون باشید. هر کجا هم تظاهرات دیدید حتما شرکت بکنید. نکته دیگه ندارم جز این مسئله خیلی مهم که در هفته تبلیغات هستیم. هفته تبلیغات برای ما خیلی مهمه دوستان عزیز، حتما و حتما
در صورت امکان از تیم ما حمایت داشته باشید. حمایت های شما یک ریال هم که باشه ما رو خوشحال میکنه، به ما انگیزه میده و در مسیری که برای خودمان تعریف کردیم یاریگر ما خواهد بود. از همه رفقا تشکر میکنم. خاک پای همه رفقا هستم. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.